شعر ترجمه می کنند و به آواز می خوانند. در خاطرم قوغاست. یادگارها بیدار شده، لبخند زنان زمزمه می کنند و عشق می ریزند. دلم از لذت غم در سینه جا نمی گیرد، چون تنها برای خودم غم نمی خورم. برای هرچه عاشق در عالم بوده می سوزم، برای آنها که مرده اند گریه می کنم. به درماندگی هر که یار ندارد می نالم. از این همه هوس و قصه که در دل هاست درد می کشم. غمی که به خاطر دیگری باشد لذت دارد. الف دو زبر انو، الف دو زبر انو، دو پیش انو، دو پیش انو، دو زیر ان، دو زیر ان، به دو زبر بنو، به دو زبر بنو، دو پیش بنو، دو پیش بنو، دو زیر بن، دو زیر بن. محمود تو بخون. چشم آقا، کافه کوچک، کافه بچه دار، میمه مویز، نون قوسی، یه معکوس. خیلی خوب، بسه. فاطمه از حافظ بخون. هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من و سر و خرامان نرود، از دماغ من سرگشته خیال دهنت، به جفای فلک و قصه دوران نرود. بسیار خوب، بسیار خوب. حسن بخون. ابجد حوز حتی کلمن صوفز قرشد تو 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 مغزت بخوره صحفز. یه میبره ببر برو بشین سر جات. چشمتون به کتاباتون باشه. بطول تو حتی رو هیچی کن ببینم. ها و تا بر هوت تا دای تی هوتی. خیلی خوب،
احمد تو بخون. یکی از وزرا معذور شد و به حلقه درویشان در آمد. ملک بار دیگر بر ملک بار دیگر بر رود خوش کرد و عمل فرمود قبولش نرمد و گفت معذوری به که مشغولی. آنان که به گنج عافیت بنشستند دندان سر بین کنج و گنج نمیدونی و عمل فرمود قبولش نرمد و گفت معذوری به که مشغولی. آنان که به گنج عافیت بنشستند دندان سر بین کنج و گنج نمیدونی. فعمل فرمود قبولش نرمد و گفت معذوری به که مشغولی. آنان که به گنج عافیت بنشستند دندان سر بین کنج و گنج نمیدونی. سلام آقا جناب. به به چه مکتب خونه قشنگی شده. من فرصت نکردم که یه سری بیام اینجا و بچه ها رو ببینم. آقا از دست این اختر زله شدم. آقا جناب میخواستم مسوده یک قباله رو بنویسین، اگه زحمتی نیست چند دقیقه تشریف بیارین. بچه ها پشین برین خونه هاتون. همشون بچه های خوبی هستن، اما این دختر اختر منو زله کرده. این وکیل تن همه بچه ها. تا به یکی اشاره میکنم قشقرقی به پا میکنه بیا و ببین، اما خودشو که تنبیه میکنم صداش در نمیاد، راحت کتک میخوره. من موندم معطل که چه جور آدمی. یک انسان موجودی که درس میخونه و درس، یعنی چی؟ این چه جور درس خوندنیه؟ به من به شما درس میده، منتها باید چشم بصیرت داشت. این چه فرمایشیه که میفرمایین؟ یعنی اون با جیغ و داد کردن چه چیزی رو میخواد بگه؟ کسی که به خاطر دیگری خودشو سپر بلا بکنه و این گذشت رو داشته باشه یک انسانه، باید از اون سرمش کرد. ای آقا ای آقا انسان. انسانیت این بچه فسقلی 25 سال دوره چراغ خوردن یعنی هیچی. فردا بهش یاد میدم. اشهد ان لا اله ربي الأعلى وبحمده ربي صلي على محمد وعلى محمد. الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من يجيب مسر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ببینم چه حالتی میکنی. پس چرا لال شدی؟ نهب کردم نزد. این دفعه حاضر میکنم. چه تو وقتی اون بچه های معصوم و بیگناه رو میزدی فکر اینو نکرده بودی؟
میوهی که براشون می آوردن تو شکم پرست می خوردی. چطوری؟ دلت از این میوه ها نمی خواد؟ چرا؟ حتما تو به خاطر چند دونه زردالو اون وقتا که بچه بودی با برادر دعوات شد و قهر کردی، هنوزم از اون کینه به دل داری؟ خودتو با زنجیر حسادت زندانی کردی. تو آدم بشون نیستی، انسانیت در تو مرده، دیگه زنده موندنت فایده ای نداره. ببین چه کنی؟ آقا جنابو به من ببخشید، قول میدم درسشو حاضر کنی، من کمکش میکنم، اگه مشقاشو ننوشت من به جاش مینویسم. اون یکم لگد به بخت خودش زده. آقا جناب مرد خوبیه، به ماها درس میده، نماز میخونه. چه فایده؟ خدا از این بنده ها نمیخواد. معرفت و انسانیت لازمه ی زندگیه، نه خوی حیوانی. این آدم باید بمیره. خدای من، خدای من، منو ببخش. خدایا، خدایا عفو، خدایا توبه، توبه. سلام بچه های خوب من. سلام، سلام. آقا جناب اجازه بدین زیر پاتون بنازم که پاتون درد نگیره. اونا دیگه لازم نیست پسرم، برو بریزشون دور. آقا جناب شما دیگه ماها رو نمیزنیم؟ نه، چرا بزنم؟ هر کس هر جا میخواد بشه. برو بطر. آقا جناب شما خیلی خوبین، اگه احمد درسشو ننویش من به جاش مینویسم. خب حالا کی میخواد بخونه؟ همه تون که با هم نمیتونین بخونین. حسن جان تو بخون. هب جد هب وز پتی احمد بیا این برو ببر. سم فز قشت امروز آقا جناب میواره به بچه ها را خودشم این چی نخورد. ترکارم دور انداخت، بچه ها رم نزد. گفتم که آقا جناب مرد خوبیه، خدا عمر و عزتشو زیاد کنه. خانم بزرگ بی زحمت اون کاسه آبو بدین، دست شما درد نکنه.
وای شکر. سغرا امروزم دست پختت خوب شده، دستت درد نکنه. واه واه چه حرفا، خدا شانس بده. مگه من چهار انگشتی هم؟ 12 جور حلوا، 20 جور کوکو، 7 رنگ پلو رو پس کی میپزه؟ خیلی خوب، حرفم رو پس گرفتم. بالاخره یک کدومتون چای و قلیون رو میارین یا نه؟ سغرا تو سفره رو جمع کن، من چای رو میریزم. خیلی خوب شد اون اتاق رو دادیم به آقا جناب که بچه ها رو درس بده. ببینیم این احمد بالاخره عوض میشه. هرچی اختر بهش محبت میکنه، اون برادر خدا بیامرزم وقتی فهمید که از اون مریضی خلاص نمیشه، اختر رو به من سپرد. تمام کاراش مثل اونه. مهربون. فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. زن این حرفو نزن، خدا قهرش میاد. آقا پسر خاله جعفر اومده. سلام. سلام خاله جون. سلام مش جعفر خان. ایو مادر بی خبر، پس مادرت اینا کشن؟ اونا تهرون هستن. پس تنها اومدی؟ نه خیر، دایی مرتضی خان من آورد، خودش یه کاری داشت گفت بعدن میاد. خب حالا احمد میتونه برای درساش از شما کمک بگیره. نمیدونی احمد، وقتی از مدرسه برمیگردیم میریم خیابون لاله‌زار گردش، جمعه ها میریم سینما. سینما چیه؟ برو بابا، تو هم انگار از پشت کوه اومدی. سینما یه جایی بزرگیه که اون تو فیلمشون میدن. فیلم؟ آره، اون هفته فیلم تارزان و کلیه قوا رو میدادن. خوشوالت، اینجا که این چیزا نیست. کاش که منم میتونستم برم تهرون. خب این چه کاری نداری، من بخوا... خیلی خوب. چیه؟ چرا اینقدر نق میزنی؟ هیچی، میگه که اونو با جعفر بفرستیم تهرون. مگه اینجا چه عیبی داره؟ اونجا آقا معلم داره، زنگ تفریح دارم. حالا وقت این حرفا نیست، باید راجع بهش فکر کنم. باز داری گریه میکنی؟ احمد میخواد بره تهرون، همش تقصیر اون جعفره که زیر پاش نشست. آقا قبول کرده؟ هنوز نه. اینقدر ناراحت نباش، زندگی رو به خودت سخت نگیر دخترم، توکل به خدا داشته باش. ما موجودات کوچکی هستیم، در برابر عظمت خداوند اون چیزی که باید بشه خواهد شد. آقا جناب دست خودم نیست، پسرمومه. آخه از بچگی با هم بزرگ شدیم، چطوری راجع به اون فکر نکنم؟ تا
توقع بیش از اندازه نداشته باش. این فردا برای خودش مردی میشه، باید معلومات و تجربه داشته باشه تا مرد زندگی بشه. مگه اینجا نمیتونه؟ تهران با اینجا چه فرقی داره؟ ولی دختر جان، مرکز وسیلش مهیاتره، تا چشم هم بزنی اون بر میگرده. فکر میکنین اینطوره؟ سلام درویش گل مالا. یاهو، صفای قدمت، چند وقته که پیدات نیست. هستیم، درس میدیم، درس میگیریم. به کی درس میدی و از چه کسی درس میگیری؟ والا درویش حرف زیاده، چند وقته که مکتب خونه دارم، کار پر درد سریه، اما واسه خودش دنیاییه، کلی چیز یاد آدم میده. آدمی مثل من که فقط با کتاب دمخور بوده نمیتونسته چیزایی دیگه یاد بگیره. اون چیزایی که منظورته، گمون نکنم کتاب تونسته باشه تو رو راه نمایی کنه. راستشو بگم درویش، من 25 سال از عمر خودم رو تو جزو و کتاب صرف کردم، به اندازه این مدتی که مکتب داری میکنم چشمم وا نشد. اون زندگی که من میکردم زندگی نبود. میبینم کلی عوض شدی، طور دیگه حرف میزنی. نمیدونی درویش، این بچه ها با روح معصومشون یه دنیا عاطفه و شورن، نمیدونی چه چیزایی تو وجود اونا هست. یه دختر و پسری به اسم اختر و احمد جز بچه ها هستن که پسر عمو دختر عمو هن. دختره یک دنیا پاکی و صفاست، تمام وجودش محبته، عوضش پسره یه پارچه سنگ. اختر به درس و مشق اون کمک میکنه، تو مکتب خودشو سپر ترکه های من میکنه که مبادا به وجود احمد آسیبی برسه. پاک باختگی، تعجب میکنم احمد چطور میتونه طاقت بیاره. میدونم چی میخوای بگی، این شور جوانیه، اونتها دختره زودتر پا تو معرکه گذاشته. پسرم اونجورا که میگی نیست، بذار یه خورده سنش بره بالا اونم عوض میشه. من که چشمم آب نمیخوره. دیگه سفارش نمی کنم پسرم، مواظب درس و رفتارت باش، کاری نکنی که خالت ازت ناراحت بشه. سعی کن طوری باشی که یک جوون نو دوست و با شخصیت بار بیاری. چشم آقا. مادر من چه دق می کنم. مگه من میخوام برم جنگ که گریه میکنی؟ از این حرکتت هیچ خوشم نیومد. یادت باشه مثل همیشه به جای من مشقامو بنویس. Thank you.
نه اینجا جای احمدی. حواست کجاست؟ احمد رفته تیرون. نه همینجاست پیش منی. خب دیدی خیره؟ سلام. سلام بچه های خوب. سلام. خب بچه ها برین لوحاتون رو تمیز کنین تا بهتون سرمشق تازه بدم. برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر برکف کنم این دل کجا برم؟ هر کی سرمشقشو گرفت میتونه بره. اختر لوحتو بده ببینم. آقا جناب، این شیر قشنگه، حیفه اونو پاکش کنم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر برکف کنم این دل کجا برم؟ بله، معنای خیلی خوبی هم داره، اما شعر رو باید حفظ کنم. چیزی که با یه مشت آب پاک میشه ارزشی نداره. سعی کن اون چیزایی رو که فکر میکنی زیبا هستن به خاطر بسپاری. هر چیزی که به دل میشینه هیچ وقت از خاطر نمیره دخترم. حالا پاشو لوحتو تمیز کن تا سرمشق تازه بدم. بلند شد. سلام علیکم. سلام آقا جناب، چه عجب یادی از ما کردی. والله داشتم از بازار رد می شدم گفتم یه سلامی هست. سلامت باشی. بفرمی. شما بفرمی. 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 یا الله. خب وضع کار و کاسبی چطوره؟ ای الحمدلله شکر خدا. ملاحظه می فرماییم وضع چطوره؟ بچه یه قلیون بیار. راستی به خاطر مبارکتون هست که تو باغ قدم میزدیم و شما صحبتهایی فرمودین که راجب اختر بود. بله بله آقا جناب کاملا یادمه. چطور مگه؟ اختر منو درس داد، راه نمایی کرد، ارشاد کرد. الان همین احتیاج و اختر داره. اینطور که من فهمیدم احمد توجهی به اون نداشت. چرا؟ اونا که همیشه با هم بودن. بله با هم بودن ولی قلباشون از هم جدا بود. باید راه چاره پیدا کرد. من تعجب میکنم، غیر ممکنه. احمد به صدای دل اختر جواب نمیده. ببخشید معذرت میخوام، با تغییری که در اثر این دختر در دل من پیدا شده باید بگم که بفرمایید. بله باید بگم احمد نمیتونه بفهمه اختر چیه. من درباره اختر هر چی بگین میدونم. اختر از این چیزا بالاتره. نمیدونم خدا مگه خودش دلا رو پاک کنه تا نور محبت در اونا بیفته. آقا جناب سلام. سلام دخترم. آقا جناب دیشب که داشتم ماهو تماشا میکردم صورت احمد رو دیدم. فکر میکنین اونم منو میبینه؟ البته که اونم تو رو میبینه، ولی اگه بخوای گریه کنی اوقاتش تلخ میشه. یعنی اگه من خوشحال باشم
به احمدم خوش میگذره. آره همینطوره، اونم تو رو دوست داره. اما هر وقت کاغذ میده از من چیزی نمی نویسه. شاید درسش زیاده و حوصله نداره. من میخوام براش کاغذ بدم اما بلد نیستم. کاری نداره، هر چی دلت خواست براش بنویس، من برات درستش میکنم. گریه نمی کنم، به من گفتی اگر گریه کنم تو ناراحت میشی. دیشب صورت تو رو در ماه دیدم، چرا برای من کاغذ نمی نویسی؟ به آقا جان بگو منم میام پیش تو، رخت ها تو میشورم، از اون حلوه ها که دوست داری میپزم، درس ها تو روونت میکنم. احمد جان بنویس منو زود بفرستم تو. خیلی خوبه، من همینو براش میفرستم. چیزایی میبینه، چشمم روشن. حالا دیگه این ملای ایکبری عوض نماز و روزه و درس و مشق یاد میده چطوری کاغذ عاشق و معشوقی به هم بنویسن. زن چه خبره؟ صبح سحری این چه قشقرقیه که راه انداختی؟ آقا خبر نداری برادرزادتون برای احمد کاغذ نوشته. احمد غلط کرده که نامه اختر رو پس فرستاده. این مکتب دار باید از اینجا بره. به اون چه مربوط زن؟ چرا پرت و پلا میگی؟ اون پسره هنوز نتونسته بفهمه دوستی و انسانیت یعنی چی. خاک بر سرش کنم. Thank you.
اومد نیومد اومد نیومد نیومد اومد نیومد حافظ شیرازی، تو کاشف هر رازی، تو رو قسم به اون شاخ نباتت بگو احمد کی میاد. یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. ایوا اختر، تو اینجایی؟ یک ساعته که ما داریم دنبال تو میگردیم. داشتم اتاق جمع جور میکردم، حالا که احمد آقا نیومده. خدا رو چی دیدی؟ شاید حالا پیداش بشه انشالله. حالا برو ببین خانم بزرگ چی کارت داره. کجا بودی دختر؟ میدونی که این همه کار داری؟ میذاری میری عقب تلالی؟ بشین پا کن تا کلک اون بنشنا کنده بشه. امروز صبح یه پره چایی توی استکان وایساده بود. خدایا خودت همه جوونا رو حفظ. خانم مژده بدین احمد آقا اومدن. بدو منقل اسفند و بیار. مادر الهی قربونت بره، من که نصف اون شدم. قربونت برم، خیلی دلم برات تنگ شده. و سلام مادر جون. ماشاءالله ماشاءالله. الهی پیش مرگت بشم. ماشاءالله صد الله اکبر. چشمم به کف پات یه مرد شدی. قربونت برم الهی. بهتره که چشم حسود. بهتره که چشم حسود. نمیدونی چقدر دلم برات ناراحت بود. همش چشمم به در بود مادر جون. خواب پدرم حالت چطوره؟ خوبه مادر، خوبه. بیا بریم. دیدی اومد؟ بله، همینطوره که میفرمایی. سلام پدر. سلام شاه پسر، چه عجب یاد فقیر فقرا کردی. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. واسه خودت یه مرد شدی. بیا بشین ببینم پسرم، بشین. سلام آقا. سلام آقا، حالتون چطوره؟ الحمدلله. آمیز محمد خان، بنده زاده احمدی که برای طلب علوم جدید به تهران رفته بود. مادر الهی دور سرت بگردم. زن ناراحتش نکن، بذار نفس تازه. پسرم یه قنده اصلم، خدا رو شد که صحیح و سالم رسید. خب پسرم، تعریف کن ببینم تهران چه خبر بود؟ اونجا هم مثل اینجا پدر. تازه من مشغول درس خوندن بودم. مادر به قربونت بره، میدونستم بچم به فکر درسشه. زنده باشم، آقازاده در طلب علوم به ابوی گرامشون رفته. مادر جون دخترم بود اختری، چطور نمیشناسیش؟ اونم ماشاءالله واسه خودش خانومی شده. احمد آقا، میدونین مزنه فاستونی انگلیسی در تهران چنده؟ ببخشین من خودم نمیدونم، ولی اگه خواستی میتونم برای رفقام کاغذ بنویسم و ازشون بپرسم. نه فرزند، خدا حفظت کنه. همینطوری پرسیدم، چون تازگی ها شنیدم پارچه های گاندی آوردن، میگن از فاستونی بهتره. اگه صرف کنه میخوام از اون معامله کنم. همیز محمد خواهم،
من میگم راست راستی دور زبونه عوض شده. قدیما ما رو مکتب خونه میفرستادن، اما حالا مدرسه درست شده. خدا رحمت کنه میرزا تقی خان امیر کبیر. بله همینطوره. برم ببینم سغرا سر قضا چی آورده. آقا جناب تشریف نمیاری؟ شاگرد قدیمی شیطونت اومده. سلام آقا جناب. سلام. ماشالله جوون برومندی شدی احمد خان، حتما مثل گذشته در درست پیشرفت داشتی. مگه ممکنه کسی زیر شما درس بخونه و تنبل باشه؟ آقا جناب حالا چرا نمیفرمایید؟ با اجازتون میرم نماز بخونم که قضا نشه، بعدا خدمتتون. از شما منتظریم، سرفرازمون بفرماییم. احمد مرد وارسته ایه. دخترم چرا اینجا خوابیدی؟ خانم بزرگ مثل این که اختر خانم ضعف کرده، هرچی صداشون کردم جواب ندادم. ایوا خاک به سرم. اختر، اختر. ایوا چیه؟ چه شده خانم بزرگ؟ به این دختره گفتم روزه نگیر، به خرجش نرف، آخر کار دست خودش داد. حالا وقت این حرفا نیست، بلند شو یه خود سرکه تهیه کن. روزه برای روزه چی؟ گرفته بود که احمد سلامت برسه. بیا خانم بزرگ اینو بگیر جلوی دماغش. طفل معصوم از سور گشنگی اینطوری شده. سخرا پاش برو براش یه خود غذا بیار، داره حالش جا میاد. خدا رو شکر. چیه دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ مگه طوری شده؟ چرا پسر عمو من نشناخت؟ چرا با من حرف نزد؟ سلام پدر. سلام شازده پسر. خب پسرم دیشب خوب خوابیدی؟ بله فقط سر شب پشا خیلی اذیت میکردم. میخوای جاتو بندازن پشت؟ نه تو اتاق راحت ترم. خب دیگه تعریف کن، حالا فکر میکنی دیگه میخوای اینجا موندگار بشی؟ نمیدونم، هر جور که شما صلاح بدونی. ببین حالا دیگه تو بزرگ شدی، میخواییم مثل دوتا مرد با هم صحبت کنیم. دیشب موضوعی اتفاق افتاد که فکر میکنم تو باعثشی. من باعثشم؟ من که کاری نکردم. دواسه همینه، من نمیدونم تو مدرسه به شماها چی یاد دادن، اما هرچی باشه زندگی یه راه و رسمی داره. تو بچه بودی یادت نمیاد؟ آخ که برادر خدا بیامرزم دور از حالا چقدر تو رو دوست داشت. با اختر فرقی نمیذاشت، هر چی میخرید دوتا بود، یکی برای تو پسرم، یکی هم برای اختر. منم هر دوی شما رو مثل جون خودم دوست دارم، اما دیشب بد شد. من که گیج شدم، چرا واضح‌تر نمیگی؟ اون طفلی خیلی انتظار تو رو کشید، توقع نداشت اینطور باهاش رفتار کنی. من که یادم نمیاد کاری کرده باشم. بله کاری نکردی، اما عقل و انسانیت حکم میکنه که آدم باید مردم دار باشه، انسان باشه. حتما این چیزا رو تو مدرسه یادتون دادن. پدر ماشاءالله ازدار ماشاءالله چقدر سخت میگیریم. دخترم اون برای من خیلی عزیزه، اما اون تازگی خیلی لوس شده، درست مثل بچگیاش. دخترم اوی نازنازیم از من راضی بشه. من نمیگم کاری بکن، فقط چشاتو وا کن،
دورور خودتو خوب ببین، چشم بصیرت داشته باش، کور باطن نباش، اون وقت همه چیز درست میشه. حالا بلند شو برو باش حرف بزن و از دلش در بیار. بلند شو. چشم. همان از دست این جوانای قد و خام. نمیخوایی دخترم اون؟ سلام. نه، دست شما درد نکنه. دیشب کجا رفته بودی؟ وقتی میخواستم برم به خالم ندیدمت. داشتم به سغرا کمک میکردم. به آقا چیزی گفتی؟ نه، چطور مگه؟ به چی؟ میگفت دخترم اون از تو رنجیده و از این حرفا. ببین اختر دیگه ما بزرگ شدیم، چرا بی خودی میخوای خودتو گول بزنی؟ این بچه بازیه یعنی چی؟ اگه میدونستم من قبلوز شدی اصلا نمی اومدم. پسرمو چی میخوای بگی؟ من که کاری بدی نکردم، اصلا همش تقصیر منه. به کسی دل بستم که ذره عاطفه تو وجودش نیست. من آزادم، نمیخوام مزاحم بشی. هر کاری هم که دلم بخواد میکنم، به هیچ کسم مربوط نیست. چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ چیزی نیست، آبلیمو پریده تو چشمم. سلامتی، به سلامتی شما. سلامتی. چرا بیداری؟ سهرا کجاست؟ همه خوابیدن. میدونستم که دیر میای، خواستم سر و صدا نکنی که اونو بیدار بشن. که اینطور به پای منم شدی؟ عصری آقا حالش به هم خورد، کسی نبود که حکیم خبر کنه. اگه شما بودین؟ رفقم رفته بودم مهمونی، کف دستم رو که بو نکرده بودم بابام مریضه. خب حالا حکیم باشی چی گفت؟ من که سر در نیاوردم، زالو انداختیم، سنبولتیب دم کردیم، قرار فردا صبح بیاد. کدوم اتاق خوابوندینه؟ پنج دری پایینی. پنج دری پایینی. پیرهنشو بزن بالا.
زودتر این نواها رو بگیر. خدا حافظ خانمم. خوش اومدی. سخرا برو یه تخم مرغ بیار براش بشکنم، شاید حالش سبک بشه. آقای یکی ماشی. بله. شما فکر میکنید حال پدرم خوب بشه؟ حالشون که نسبت به دیروز خیلی بهتره، انشالله روز به روزم بهتر میشه. ناراحت نباش فرزندم، مریضی برای همه هست، امیدوارم خوب بشه. خب خدا حافظ شما. خدا حافظ. حکیم باشی چی گفت؟ هیچی، همش دوا میده. به مادرم بگو من برم دواها رو بگیرم. یا شاهی چرا، تو رو به قریب توس قسمت میدم که مریض ما رو شفا بده، یه سفره آمردنی هم اندازم. بیا خانم بزرگ، این تخم مرغ و زغال و پول بدش من. خودم، خانم بالا، اشرف سادات، حاجی بنکدار، بتول خانم، اخت، میز ماشالله خان، میز سمت خان، همسایه دست چپ، همسایه دست راست، همسایه روبرو، همسایه پشت سر. چی کار میکنی مادر؟ دارم برای پدرت تخم میشکنم. تو رو خدا دست از این امولوازی ها بردار. تو عقلت نمیرسه، مردم نظر تنگه. خودم، خانم بالا، اشرف سادات، آقا جناب، حاجی بنکدار، بتول خانم، اختر، میز ماشالله خان، حکیم باشی، میز محمد خان. سغرا اینا رو بگی ببر تو آب بشور، پولشم بده به فقیر، انشالله تا صبح حالش سبک میشه. السلام علیکی ابن رسول الله، السلام علیکی ابن امیر المؤمنین، السلام علیکی ابن فاطمه و خدیجه، السلام علیکی ابن حسن و حسین. السلام علیکی ابن رسول الله، السلام علیکی ابن امیر المؤمنین، السلام علیکی ابن فاطمه و خدیجه، السلام علیکی ابن حسن و حسین. مریض رو به قبله کنید. برو پسرم، برو. سرم گیج میره احمد، احمد پسرم، تو اینجایی؟ بله پدر، کاری داشتی؟ اختر کجاست؟ من اینجا پسرم، من دیگه رفتنی هستم، تو بزرگ خانواده ای، مبادا کاری کنی که باعث پشیمونی بشه. سغرا افکری یه دست بخت تو. پسرم دخترم رو تو از خودت نرنجون.
خیلی دلم میخواست عروسی شما رو ببینم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك إليك بنبي نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله آمین آمین مادر جون کجا میخوای بری؟ پیش رفقام. مادر جون تا کی میخوای بری سراغ رفقان؟ چرا نمیخوای سر سامونی بگیری؟ چه سر و سامونی مادر؟ خب دیگه مردی شدی، باید فکر زن گرفتن باشی. مادر این چه حرفی تو میزنی؟ هنوز آب کفن بابام خوش نشده، اون وقت تو میخوای من زن بگیرم؟ آخه منم آرزو دارم دامادی تو ببینم. چه خوابی واسه من دیدی مادر؟ کسی رو زیر سر گذاشتی؟ والا کسی رو زیر سر نذاشتم، اما خدا بیامرز پدرت میگفت اختر رو. مادر بس کن، همش اختر اختر میکنی. مادر عقد دخترمو و پسرمو رو تو آسمونا بستن. این حرفا دیگه کهنه شده مادر، بی خودی واسه من تیکه نگیرین. خیلی خوب مادر، هر کسی رو که خودت میخوای بگو، همه از خدا میخوان دخترشونو بهت بدن، منت تو دارن. گوش کن مادر، من از شما زن نخواستم. اگه یه روزی عوض کردم زن بگیرم خبرتون میکنم. سلام درویش. سلام. میتونیم با هم دمخور باشیم؟ یاهو، چرا که نتونیم. راستش درویش یه اشکالی برام پیش اومده، بهتر بگم یه سوال. نمیدونم اگه ازت بپرسم دلگیر که نمیشی؟ خوبی دل درویش اینه که به این زودیا دلگیر نمیشه. میخواستم بدونم چرا خودتو از زندگی کنار کشیدی، از همه چیز بریدی که چی بشه؟ از اینجا موندن و تو لاک خودت فرو رفتن چه نتیجه میتونی بگیری؟ آخه مگه میشه آدم از واقعیت زندگیم جدا بشه، میونه خودش و مردم و دیوار بکشه، تازه سرحالتر و روبراتر از ما که دو دستی و چهار چنگولی دهنه زندگی رو چسبیدیم گذرون کنه؟ بین روح و جسم فرقی هست. زندگی که به خاطر روح باشه آدمو به حقیقت میرسونه، و وقتی به اون رسیدی خودت یک پارچه صفا و صمیمیت میشی. دیگه هوا و هوس هایی که جسم میطلبه برات بی تفاوت میشه. زندگی به خاطر جسم برای آدم جنون، گرفتاری و دردسر درست میکنه. توسل به حق و توجه به مولام علی سینه هر دردی رو میشکافه و غم روزگار رو به خاک سیاه میکشونه. منم وقتی به سن و سال تو بودم یه همچه فکرایی تو کلم بود، اما به مرور زمان عوض شدم. روح خودتو پرورش بده تا به رستگاری برسی. چطور میتونم روحمو پرورش بدم در حالی که این جسم مدام مثل آتیش میسوزه و منو به دنبال خودش میکشونه؟ مگه میشه این سرکشی رو مهار کرد؟ یه دفعه هیچ چیزی رو نمیشه عوض کرد،
اول تصمیم بگیر که در زندگیت میخوای چیکار کنی، اون وقت عمل کن. ایمانتو تقویت کن تا به حقیقت برسی. ایمانی که لازمه ی زندگی دارم، اما به کسی ایمان ندارم. خب درویش، اگه ناراحت نشی بازم سر وقت بیا. حتما بیا. راحتم بزن. از جون من چی میخوای؟ پسرم، چرا همچی میکنی؟ هر شب کارت این شده که مست بیای خونه. بذار پیرهنتو درارم. این فوزولیا به تو نیومده. چرا جلو چشمم دور نمیشی؟ من نمیخوام اون قیافه ماتم زده تو ببینم. خیلی خوب، اگه تو اینو میخوای قول میدم که از اینجا برم تا روی منو نبینی. چه بهتر. تازه مثل این که دارم یه احساسی میکنم. هم فردا شب میتونم. من دیشب حرفاتونو شنیدم. اگه بخواد وضع اینطوری باشه منم اینجا نمیمونم. نه، تو باید باشی. احمدم مثل بچت میمونه. چه فایده؟ تو با اون هیچ فرقی نداری. من نمیتونم ببینم که اون جواب خوبیای تو رو اینطوری بده. دیگه از این حرفا گذشته. شاید با رفتن من اخلاقش عوض بشه. دیروز با خانم بزرگ داشتن راجب دختر شرافت و ملک حرف می زدن. به نظرم خبری باشه. شرافت و ملک؟ آه، نرگس رو میگی؟ سینم نمیتونم نفس بکشم. خودتونو نکن دخترم، خدا بزرگه. سلام مادر. سلام. مادر جون، دیشبم که دیر اومدی. مادر من که مرغ نیستم سر شب برم تو لونه. تخم مرغ برات عسلی بکنم؟ نه، اشتها ندارم. علتش دیر اومدن خونه است. فقط علاجش اینه که زن بگیری. مادر باز شروع کردی؟ این وضعی که واسه خودت درست کردی؟ بعضی ها که شماها درست کردین. مگه به زورم به کسی زن میدن؟ من باید یکی دوست داشته باشم. اختر زن خونه داریه که به دردتون میخوره. لعنت به شما که همش فکر خودتون هستی.
اون باید از اینجا بره، هیچ برو برگردم نداره. احمد جون به اون ظلم میکنی، یتیمه، آهش تو رو میگیری. مادر این حرفو نزن، زندگی غیر از این چیز هست. من نمیدونم تو چطور فکر میکنی، اما منی به اصطلاح امور میگم دل کسی رو نباید شکست، چون آخر عاقبت خوبی نداره. من میخوام امتحانش کنم ببینم چی میشه. بذار پیرهن احمدو بشورم، بندوز تو تشت، من که دستم صابونیه. نه خودم میخوام بشورم. خیلی خوب، اینقدر خودتو قلیه قرمه اون نکن، میبینی که چطوریه. نه سغرا جون این حرفو نزن، احمد خیلی خوبه، به خدا تو خودتو با این وضع از بین میبری. دوست دارم اینطوری باشم. جونم، عمرم، اینطوری که من میبینم روز به روز بدتر میشه که بهتر نمیشه. دیگه بدتر از این چی میخوای بشه؟ هرچی فکر میکنم میبینم چشم دل تو باز نیک. یعنی چه آقا جناب؟ من که کاری به کار کسی ندارم. منم همینو میگم، تو قدر اختر رو نمیدونی، اونو لف کردی، از دل پرمهر و محبت اون یک دنیا زجر و شکنجه درست کرد. من آزادم، دلمو به هر کس که بخوام میدم، اختر نمیتونه برام معنی داشته باشه. به خدا از این حرفای تو جگرم علو میگیره. احساس هر کسی مال خودشه و تشخیص احساس سالم کار هر کسی نیست. آقا جناب شما دارین طرف اختر رو میگیرین و من هیچ خوشم نمیاد. چه اینطور؟ من معلم تو بودم و خیلی خوب میشناسمت. فکر میکنم موندن من دیگه در منزل شماها صلاح نباشه. خدا بیامرز پدرت خیلی علاقه داشت که تو با واقعیت زندگی بکنی. بس کن دیگه. خدا حافظ شاگرد ناخلف و بیاتفه. تو داری خودتو از بین میبری، این پسره به هیچ صراطی مستقیم نیست. حیف از تو که این همه به خاطرش فداکاری کردی، اما کو قدر شناس. هر کاری کردم به خاطر دلم بود. سرزنش و سرکوفت مردم آقا جناب برام مهم نبود، اما بیرون کردن از خونش برام قابل تحمل نبود. احمد دیگه نمیخواد روی منو ببینه، منم بهش قول دادم. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم، شاید کلفت بشم. چی؟ کلفت؟ اونم تو؟ آره، من فکر میکنم که از دست رفتم، میخوام آخرین فداکاری رو در حق اون بکنم. خودتو بکشی؟ خودمو بکشم. زندگی اونقدر زیباست که با تمام بدیهاش دلم نمیخواد اونو ترک کنم. احمد دختر شرافت الملک خواسته و اونا جواب رد دادن. شاید بتونم به اسم کلفتی تو خونشون برم و دختره رو راضی کنم. این دیگه انصاف نیست، با گرگ باید گرگ بود نه بره. آقا جناب شما اشتباه میکنی، باید گذشت داشت، من دنبال یافتن نبودم، میخواستم اون چیزی رو که داشتم حفظ کنم. احمد اشتباه میکنه، روزی متوجه میشه که دیر شده. من که تو کارتو سرگردون موندم، نمیدونم چی بگم که تو راضی بشی. هیچی،
فقط دعا کن که تو این کار موفق بشم. ببخشید منزل آقای شرافت الملک اینجاست؟ خدا مبارک کنه الهی که سلام هم پیر شد این از چیمه این آمیزان زلین مرده میگن میدم با سوا حسن میگن نمیشیر کنه الهی که برای حسن خدا مبارک کنه این حالی به هم پیار 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 این حالی به هنوز نظر عروس خانومو نپرسیدیم. وا خاک عالم چه معنی داره که دختر حرف بزنه. خانوم جون دخترم درس خونده است، فهمیده است، هزار جور هنر داره. پدرش گفته نظر اونم باید بپرسید. پسر منم تهرون درس خونده، قد بلند و چارشونه است، مثل پدر خدا بیامرزشه. اینا همه حرفه، اگه قسمتشون باشه طوفان نوح بشه باز به هم میرسن. خب ما این عروس خانومو نباید ببینیم؟ نرگس جون شربت چی شد مادر؟ سلام. بله خب بس ایشالا سفید سخت بشن. عروس خانم نمیان اینجا؟ مادر خجالت نداره که، پاشو برو پلو خانم بزرگ میشی. چشم مادر. دخترم خیلی خجالتیه خانم جون. به به ماشالله هزار ماشالله، این چه عروس خوشگلی، قدشو برم. اوه چه مایی، چه هیکلی، هزار ماشالله. من میگم مهریه و شیرباها رو معلوم کنیم، بقیه کارا خودش درست میشه. والا چی بگم، باید طوری باشه که تو فامیل دخترم سرشکسته نشه. آینه و قرآن به جای خودش، به غیر از لباس و لاله سر عقل، من میگم مهریش 100 تومن، یه خونم پشت قباله. واه واه خانم چه خبره، مگه دارین تجارت میکنیم؟ نه خیر تجارت نمیکنیم، دختر شوهر میدیم. مگه نوبرشه؟ هر دختری رو لب بتره کنم با منت میدم. حالا چرا ناراحت میشی؟ شما اجازه بدین با پدرشم صحبت کنم، بعد به شما خبر میدم. تو باید اختر باشی، وصف شوریدگی ها تو خیلی شنیدم. راستش عشق تو، فداکاری هات تو تموم این خطه پیچیده. دخترم این حدی که تو داری بیشتر به راه جویندگان حق شبیه تا به راه یک آدم معمولی. اگه ناراحت نمیشی میخوام بگم که عشقو به زور نمیشه به کسی تحمیل کرد. عشق باید تو دل آدم جوونه بزنه و هیچ جوونه ای رو بدون ساقه و گل نمیشه به وجود آورد. نه پدر، نه من نخواستم این عشقو به زور تو دل کسی به وجود بیارم، اما آخه این حق منه که چنین عشقی داشته باشم. مال منه، حق منه. چرا باید کسی دیگه بیاد گلی رو که من با خون دل پرورش دادم به چینه و بره؟ دخترم وقتی که پای دل به میون میاد گمون نکنم دیگه جایی واسه حق و باطل باقی بمونه. این شونه، حاله، عشقه. مگه میشه اینا رو به حساب دو دوتا چار تا گذاشت؟ اون دلی که بخواد حق منو واسه خاطر شور و حال خودش باطل کنه دل نمیدونم. من شکوه ای ندارم، میسوزم و میسازم. پدر شما برای خودت حالی داری
که گمون نکنم درد منو بتونی حس کنی. اشتباه میکنی، میدونم درد کشیده ای، حق داری. اینم بگم، نباید فکر کنی هر کاری به سادگی انجام میشه، اونم کار دل که هزار چم و خم داره. شما دخترا با عشق زندگی میکنی، اما پسرا اونا به بازی میگیرن. اگه قرار باشه دلی به خاطر تو بتپه، دخترم بالاخره یک روزی به تپش در میاد. اختر، تو خانواده دومادی میشناسی؟ آره، یه مدت خونه اونا کار میکردم، خانواده خوبی هستم. اما شنیدم که قرار بود دخترموشو بگیره. نه، اینطور نبود، دختره بی خود به اون دل خوش کرده بود، احمد هیچ علاقه‌ای به اون نداشت. فکر میکنی احمد چطور آدمیه؟ اون جوون خیلی خوبیه، درس خونده است، حتما شما رو خوشبخت میکنه. پس تکلیف دخترموش چی میشه؟ نمیدونم، ولی نمیدونم چرا ته دلم راضی نمیشه که اونو دوست داشته باشم. نه خانم، این حرفو نزنین، اون خیلی خوبه، حتما باهاش خوشبخت میشی. نمیدونم تو چه اصراری داری که من حتما زن احمد بشم. دلم گواهی میده که برای هم ساخته شدیم. بالاخره جواب مردمو چی بدم؟ هر روز پیغوم میدن که چی شد. مثل اینکه خیلی اصرار دارن. من تا به حال که چند تا خواستگار برای نرگس اومده هیچ اینطوری ندیده بودم. حاج عبدالصالح هم از این خانواده تعریف میکرد. آینه قرآن و مهریه همینه که گفتم، هیچ برو برگرد نداره. دختر شوهر دادن همینه جونم. چند دفعه بگم، مگه ما میخواییم معامله یا خرید و فروش کنیم؟ واه واه چه حرفا، دخترم مثل پنجه آفتاب میمونه. منم نمیگم ستاره کور است. اما میخواستی با نرگس هم صحبت کنی. تو فکر چی هستی؟ نمیدونم، دارم به آسمون نگاه میکنم. میدونی میگن هر آدمی یه ستاره داره، دارم دنبالش میگردم، شاید بتونم پیداش کنم. مشکله اختر؟ میگن هر کی ستارش با دیگری جفت بشه، اون ستاره به طرفش حرکت میکنه. ستاره اقبال شما به طرفتون اومده، منتظره جوابشو بده. ستاره تو کدومه؟ من ستاره ای ندارم. فکر میکنم وقتی مادرم مرد ستاره منم با اون رفت. نه اینطور نیست، بالاخره یه روزی ستارت به سراغت میاد. کی میدونه؟ هیچ کس.
اویو این حقیر اجازه دارد که سبیه طیبه مجلله شریفه آقای شرافت الملک را به عقد دائم آقای احمد فرزند مرحوم محبزاده درآورم؟ تکرار میکنم، آیا این حقیر اجازه دارد که سبیه طیبه مجلله شریفه آقای شرافت الملک را به عقد دائم آقای احمد فرزند مرحوم محبزاده درآورم؟ برای بار سوم تکرار میکنم، آیا این حقیر اجازه دارد که سبیه طیبه مجلله شریفه آقای شرافت الملک را به عقد دائم آقای احمد فرزند مرحوم محبزاده درآورم؟ بله. انشاءالله که مبارک است. انشاءالله که خوشبخت بشید. شبون نداره اون مونس همدم من بود. خودت ناراحت نکن دخترم. گر نمیدانی Yeah.
نرگس. نرگس. خوابی؟ به من دست نزن. چرا سگرما تو هم رفته؟ میفرمایین که نصف شب بلنشم براتون برخصم؟ عروسی یکی از دوستان بود. با هزار کلک من نصف کار پا شدم اومدم. یعنی عرقم جزو عروسی بود؟ دیگه داری حوصله‌م رو سر میبری. معلومه حوصله‌ت رو سر میبرم. اگه من میدونستم قلم پامو میشکستم و خونه ای تو نمیمدم. خب به جهنم، مثل اینکه نوآورش آوردی. نه خیر، من اختر نیستم که بخوای بهم ناز بفروشی. اسم اونو نیار. ازش وحشت داری؟ یا از کاری که کردی پشیمونی؟ اف که تازه عروسی، وگرنه جواب این حرفتو طور دیگه میدادم. میدونستم بالاخره ذات خودتون نشون میدی. امان از دست شما زنم. از شما مردی که بهتری. هنوز نخوابیدی؟ داریم با سقرا خانم اختلاط میکنیم. یادتون باشه هر موقع احمد اومد بهش بگین کنون در رو بندازه. بله. منم میرم بخوابم. چشم خانم بزرگی. آره اون خدا بیامرز دور از حالا که هرچی خاکش عمر شما باشه خیلی دلش میخواست که عروسی احمد رو ببینه. عروسش؟ نمیدونم، بهتره منم برم بخواب. خیلی خوب سقرا خانم، من بیدارم. هر وقت احمد اومد در رو باز میکنم. سلام. پس سغرا کجاست؟ اون بیچاره از صبح کله سحر لگد به زمین میزنه. انصاف نیست که تا حالا بیدار باشه. وظیفه‌شو که کار کنه. این حرفو نزن، اونجای مادر توی بزرگت کردی. چرا همه رو برده خودت میدونی؟ صداتو بلند نکن، همسایه خوابن. بایدم صدامو بلند کنم. من با این وضع نمیتونم زندگی کنم. اصلا میدونی چیه؟ منو به زور دادن به تو. مگه کسی نامه فدایت شوم واسط نوشته بود؟ بله، همون اختر دخترموت از تو اینقدر تعریف کرد تا مادرم راضی شد. اون خودشو فدای چه آدمی کرده، مست لاوبالی. خفتو، دیگه نمیخوام رو تو ببینم. مادر، دگمه این شلوار افتاده، بدوزش. مادر، دیشب مثل این که با نرگس حرف تو شد. بی خودی به پر و پای من میپیچه، زن خودخواهیه. هر کاری خودش دلش میخواد میکنه، از اولش اینجوری نبود. تقصیر خودته، دختر مردمو تا نصف شب چشم انتظار میذاری. چی کار کنم، دست خودم نیست. یه اشتباه کردم، حالا باید زجرشو بکشم. فکر میکنم کفاره کارهای بدی که کردم باید پس بدم. دخترم بود، اختر چه آرزویی داشت، چقدر تو رو دوست داشت و تو قدرشو ندونستی. حرفای آقا جناب، الان که یادم میاد میبینم چقدر احمق بودم. دنبال هوا و هوس خودم رفتم، دل اون پیره مرد رو شکستم. ای کاش میدونستم کجا زندگی میکنه، حتما از جای اختر خبر داره. میگن نزدیک دامنه کوه طرفای بابا کوهیه. Thank you.
درویش، انگار راست میگفتی. بالاخره واخورده شدم. منتظرش بودم. انقدر رفتم دنبال هوا و هوس که آخرش به بن‌بست رسیدم. اونم بن‌بستی تاریک و خلوت. از اولش پرت رفتی، منتها گوش شنوا و چشم بصیرت نداشتی. حالا ببین ته دلت چی میخوای، بعد راه زندگی تو انتخاب کن. ته دلم چیزی بود که هوس زندگی منو از اون بیخبر نگه داشت. یه مدتی از عمرمو هرز رفتم، همین برای این که نخواستی تو وجود خودت بگردی، گول ظاهر و خوردی و از باطن غافل موندی. موندم معطل چطوری از این مخمصه خودمو خلاص بکنم. به عرق پناه بردم، اما از اونم چیزی نفهمیدم. هیچ. تنها معلم سابقت، همون آقا جناب، میتونه بهت کمک بکنه. اگه من به جای تو بودم حتما یه سری بهش میزدم و ازش عذر میخواستم. خونش پایین همین کوهه، شاید بدونه اختر کجاست. این چه حرفیه دخترم؟ تب تنده، هزیون میگی دخترم؟ نه، منو گول نزنین. مدتیه که تو این رخت خوابم. مثل پدر از من مواظبت کردین، اما دیگه تموم شد. همه تون راحت میشین. نه دخترم، تموم نشده، تازه اولشه، شروعشه. اومدم معذرت بخوام. تو منو میبخشی چون تو خیلی با گذشتی. دیگه دیر شده صدفز. چیزی نگو، فقط بذار گذشته رو جبران کنم. گذشته که بیهوده هدر دادم. نگاش کن، خوب نگاش کن، خجالت مکش. همون دخترم موته، همون کسی که به خاطر تو از جون خودش گذشته. احمد، من جوونم، به کسی بدی نکردم، چرا باید اینطوری بشه؟ دخترم، منو بیشتر از این زجر نده. من تو این مدت کفاره گناهمو به این زن پس دادم. خواهش میکنم، خواهش میکنم منو ببخش. خدایا، نفسم، قلبم، مادر، مادر، دلم میان پهلوت، مادر، داره اتفاقی میفته، من نه، نباید اینطور بشه. این بی‌انصافیه. نه، نه، نه. Thank you.
و معنی زندگی عوض شد. چشم و گوش دنیا را به شعر ترجمه می کنند و به آواز می خوانند. در خاطرم قوغاست. یادگارها بیدار شده، لبخند زنان زمزمه می کنند و عشق می ریزند. دلم از لذت غم در سینه جانه می گیرد، چون تنها برای خودم غم نمی خورم. برای هرچه عاشق در عالم بوده می سوزم، برای آنها که مردند گریه می کنم. به درماندگی هرچه یار ندارد می نالم. از این همه هوس و غصه که در دل هاست درد می کشم. غمی که به خاطر دیگری باشد لذت دارد.